بسم الله الرحمن الرحيم. مركز انتشارات مسجد وزير محمد اكبر خان تقديم میکند سلسله خطبه های نماز جمعه از دکتور محمد ایاز نیازی. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الرسل محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان نهایت عزیز، جوانانی ارجمند، هموطنان گرامی، روزداران، مهمانانی پروردگار، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هزارها بار شکر که خداوند به ما و شما توفیق بخشید که در این روزهای گرم، دراز، واقعا اگر یک انسان فکر بکند بدون توفیق و لطف پروردگار روزه گرفتن خیلی مشکل بود. توفیق و کمک پروردگار و چشم خود مشاهده کردیم و الحمدلله به این نتیجه رسیدیم که بنده خداوند وقتی که تصمیم بگیرد، انسان وقتی که در چوکات توفیق الهی و کمک پروردگار تصمیم بگیرد، هر کاری پر مشقت را انجام داده می تواند. هزارها بار شکر خدایا. دوستان نهایت عزیز، موضوع صحبت من انشاءالله امروز پیرامون پیام قرآن پاک است، چون این ماه ماه قرآن است که در این ماه قرآن نازل شده است و همه به دور قرآن جمع شدیم. الحمدلله رب العالمین. در هر گوشه و کنار کشور و یا در هر گوشه و کنار جهان، مسلمانان عام از مرد و زن به دور کتاب خداوند جمع شدند به اشکال و انواع مختلف. یک کس قرآن ختم کرد، پیش خود قرآن پاک ختم کرد. یک کس توان بیشتر نداشت، در طول رمضان 15 سپاره قرآن تلاوت کرد. یک کس 10 سپاره قرآن تلاوت کرد. یک کس خداوند برش توفیق بیشتر داد که در مسجد آمده به ختم قرآن پاک گوش داد. بالاخره همگی به دور قرآن جمع شدیم الحمدلله، چنانچه که خود قرآن گواهی می دهد که این ماه قرآن است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان ماهی است که در این قرآن نازل کرده شده است. سوال اینجاست که با همه جمع و جوش که ما به دور کلام انسان ساز و معجزه ابدی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داشتیم، از قرآن چی پیام شنیدیم و
و یه قرآن پاک با ما چی پیام داد؟ دوستان نهایت عزیز، سر این نکته انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اگرچه پیام قرآن با یک درس و دو درس و سه درس و یک صحبت و سه صحبت و ده صحبت خلاصه نمی شود، بلکه پیام قرآن پاک برای انسان، چون قرآن در 23 سال نازل شده است، عمر در بر می گیرد. به تمام جوانی به زندگی انسان پیام قرآن متوجه می شود. اینجا است که ما بابا جان آرام بجاید بشی. بابا جان کجا شدی ستار؟ قلی سبتا که نوه دوست یوزایی که نوه ایو زای په احترام سره کینو. بشونجا دلته کینه. ښه باندې ځي. دوستان نهایت عزیز، برادران نهایت معزز، پیام قرآن چی بود؟ درست است که سوالی که اینجا مطرح می شود بالای سوال اول، که پیام قرآن پاک با ما و شما چی بود؟ در طول یک ماهی که به دور قرآن جمع شدیم چی آموختیم از قرآن؟ سوال دیگر این است که آیا همه ملت ما، چون زبان ما زبان عربی نیست، آیا با زبان قرآن آشنا هستیم؟ آیا بهره بردیم بدون فهمی معنای قرآن؟ کدام چیزی نصیب من شد و یا خیر؟ بدون شک، بدون شک که مستحق اجر و ثواب بسیار بزرگ شدیم الحمدلله. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید من قرأ حرفا من کتاب الله، کسی که حرف را از کلام الهی تلاوت می کند و مستحق ده ثواب می شود. لا اقول الف لام میم حرف، نمی گویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف مستقل حرف است، لام مستقل حرف است، میم مستقل حرف است. الف از خود پاداش دارد، لام از خود پاداش و اجر و ثواب دارد، میم از خود پاداش و اجر و ثواب دارد. همگی برادران و خواهران کلام الهی را به شوق و محبت تلاوت کردن مستحق اجر و ثواب شدن انشاءالله. حتی تعدادی از پدران و مادرانی که اونها توان تلاوت نداشتن، سواد تلاوت نداشتن، از شنیدن قرآن پاک خداوند اما اجر و ثواب برشان نصیب گردانید انشاءالله. چرا؟ در تعریف قرآن علمای اصول فقه میگن، در آخری تعریف، تعریف قرآن میگه هو الكتاب المنزل من عند الله لفظا و معنا على سید البشر محمد صلی الله علیه وسلم المتعبد بتلاوته، کتابی که به تلاوتی انسان عبادت را بجا کرد. تلاوت قرآن پاک بدون حتی فهم معنا، این یک عبادت مستقل است دوستا، که بهترین عبادت به نزد پروردگار تلاوت قرآن پاک است. از یکی از علمای امت حضرت امام احمد بن حنبل پرسیده شد که اگر افرادی که قرآن را ندانند و تلاوت کنند، به این معنا که معنای قرآن را نمیدانند و قرآن تلاوت میکنند، حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمود که قرآن اگر معنایش هم نمیدانند و با صدق دل تلاوت میکنند، خداوند اجر و ثواب برایشان نصیب میکند. دوستای عزیز، از این ناحیه الحمدلله مطمئن هستیم که خداوند برامان ای اجر و ثواب نصیب کرد. اما مهمتر از این که پس میم سری موضوع،
که قرآن چی پیغام و چی پیامی داشت. چی معنا؟ تنها و تنها نازل شده است تا تلاوت شود و بس، و یا پیامی بزرگتری دارد، اهدافی بزرگتری دارد؟ دوستا اینجاست، این نکته را سرش بحث میکنه. قرآن برای هدایت انسان آمده است. وقتی که فرمانی از طرف رئیس جمهور یک کشور، پادشاه یک کشور صادر می شود در قبال یکی از موضوعاتی که ارتباط می گیرد به ملت، این فرمان به این معنا نیست که به هر کس داده شود که یک بار بوسه بکند و در جیبش بزند، بابا کسی دیگه بتید که او بوسه فرمان پادشاه است. دادر خب بگو در این فرمان چیست؟ گپ اینجاست که در این فرمان چیست؟ اگر تمام ملت و تمام رعیت شب و روز فرمان پادشاه را بوسه بکنند ولی تطبیق نشود، حکم پادشاه بجا نشد و این کفایت نمی کند که پادشاه بگوید که چقدر این مردم مرا دوست دارند که فرمان مرا مردم بوسه می کنند، فوتوکاپی میکنن، در خانه های خود، در به اصطلاح الماری های خود حفظ میکنن. این کفایت نمیکند، امکان دارد که این موضوع باعث غضب پادشاه شود. این فرمان به خاطر چی بود؟ اینجاست که این فرمان الهی هم از خود پیغام دارد برای مخلوق خدا، کتاب خدا، برای هدایت و رهنمایی انسانها که مخلوق خداوند هستند. دوستان نهایت عزیز، این فرمان الهی در یک مدت کم در یک امت بی سواد، یک امت بی فرهنگ و به عبارت دیگر یک قوم بادیه نشین و صحرایی بزرگترین تحول را آورد که ما و شما نه تنها مسلمان ها، وقتی به تاریخ اسلام سر میزنیم، کسانی که در دین با ما شریک نیستند، دانشمندان غیر مسلمان، کسانی که منصف هستند، همه به این اعتراف دارند که قرآن در شبه جزیره العرب در یک مدتی بسیار کم بزرگترین انقلاب را برپا کرد. خب پس معلوم شد که صحابه کرام تلاوت هم میکردن و پیام خداوند را عکس میکردن و در زندگی خود عملی میکردن. محتوای این پیام چیست؟ دوستای عزیز، اولین نکته ای که انسان به او نیازمند است و ضرورت دارد شناخت خالق است، که انسان باید خالق خدا بشناسد. انسان عبث آفریده نشده است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنین که شما را ما عبث آفریدیم؟ و انکم الینا لا ترجعون، و گمان میکنین که به طرف ما رجوع نمیکنین، بازگشت شما به طرف ما نیست؟ این فکر غلط است. شما عبث آفریده نشده این. اینجاست دوستای عزیز شناخت پروردگار. شناخت پروردگار چی معنا؟ که الله جل ذکره موجود است، الله یکتاست، الله دارای صفت کمال است، دارای صفات کمال است، از تمام عیوب، از تمام نواقص منزه و پاک است. الله خالق کائنات است. تمام آنچه که در کائنات حرکت می کند به اراده پروردگار حرکت می کند. تمام اعضای بدن انسان به اساس تصادف نه، در اسلام
و در عقیده توحید چیزی به نام تصادف شناخته نشده است. درخت برگی که از درخت می افتد تصادف نیست، به اراده پروردگار است. شمالی که درخت حرکت می ته به اراده پروردگار است. چشمت به اراده پروردگار حرکت می کند. دستت به توفیق الهی حرکت می کند. پایت به توفیق الله حرکت می کند. وجودت همه به اراده خداوند، نه اینکه یک چیزی تصادفی و یک چیزی عشوائی گذاشته شده است نامش انسان. نه خیر، بلکه انسان مظهر قدرت پروردگار. اینجاست که وقتی که به وجود خود فکر کنید دوستای عزیز، به وجود خود فکر کنید، وجود انسان بزرگترین دلیل شناخت پروردگار است. و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفسهای خود یک نظر، نظری ظاهری نه، وقتی که ما نظری نه، بلی دست است، نامی از این چیز انگشت، این چیز چشم است، بینی است، نه، نظری عمیق، نظری توحیدی، نظری عرفانی، نظری علمی. امروز در غرب اکثریت دانشمندای به دین مبین اسلام می پیوندن دکترها هستن، کسایی که سر و کارشان با وجود انسان است، با وجود همه پیشرفته های علمی، با وجود همه پیشرفته های علمی تا کنون دانشمندان علما قادر نشدن که حتی پیرامونی دید چشم به نتیجه برسن. چرا؟ قرآن صراحتا اعلان میکند و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم به شما حصه بسیار اندکی داده شده است. اینجاست که وجود خود انسان بزرگترین دلیل، وسیله و ذریعه شناخت خالق است. از اینکه عقل انسانی قاصر است، بس اوقات نمی تواند که همه اسرار را درک کند. یک مثال بسیار کوچک، 100 سال قبل یا 50 سال قبل در افغانستان اگر یک کسی از خارج یا از اروپا می آمد، حکایت می کرد که ما در اروپا یک چیزی را دیدم. چی دیدی؟ یک صندوقی بود، چالان می شد، روشن می شد و داخلی از این انسانهای کوچک صحبت می کردن. شاید مردم شهر، خب به هر حال کسایی که شنیده بودن که او را تلویزیون میگن، خب به هر حال البته این مردکه را معاف میکردن، ولی در اطراف ها شاید این سنگسار میشد، کس قبول نمیکرد. همچنین اختراعی را بشر در دسترس بشر قرار داده است. عقل بشری به این انداز کوتاست دوستای عزیز. بناهن تنها و تنها وسیله شناختی خالق عقل شده نمیتواند. اینجاست که انبیاء علیهم السلام از حضرت آدم تا خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم آفریده شد تا اینکه انسانها را به طرف شناخت خالقشان سوق بتن، سمت بتن، رهبری بکنن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، انسانها را به طرف عدالت توسط کتبی که از طرف خداوند نازل شده است انسانها را سمت بتن، جهت بتن، توجیه بکنن، هدایت بکنن. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوح الی، قبل از تو هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر به او وحی کردیم که انه لا اله الا انا فاعبدون، که لایق عبادت هیچ کس نیست غیر از من. دوستای عزیز، یکی از پیام قرآن پاک خداشناسی است که انسان خالق خدا بشناسد. آیا فقط و فقط شناخت خداوند کفایت می کند؟ یک انسان بسیار با قوت و با ایمان سرشار خالق خود شناخت، آیا این کفایت می کند؟
و یا در پهلوی خداشناسی به چیزی دیگر هم نیازمندی داریم. اینجا قرآن به ما رهنمایی میکند. در پهلوی خداشناسی طاعت و فرمانبرداری الهی چه معنا؟ یک انسان، یک خادم بسیار با ادب است، با مولای خود بسیار احترام دارد. این مثال امکان داره که ما قبلا ذکر کردم، با بادار خود نهایت احترام دارد، پیش روی بادار خود یا دست بسینه یا دستهایش آویزان بر رسم تعظیم و ادب استاد است. بادار برش میگه این پول بگیر از بازار گوشت بیار یا سودا بیار، بسیار با ادب و بسیار با الفاظ زیبا همین جمله را خودش تکرار میکنه، به جای از اینکه پول از بادار خود گرفته به طرف بازار حرکت بکنه، همین جمله را تکرار میکند که این پول را بگیر از بازار سودا بیار. فکر کنم چه دوستان پوی نشو پدی مثال باندی زمان استاسو در قرآن سلام مونگا دیر زیاد مینه و محبت کهو او دیر احترام کهو او پا قرآن کی پیغام دی. در مثال پتوگا یو خادم دی در اخبال مخدوم در پار دیر ادب کهی او دیر احترام کهی ولار دی، او کلا چی مخدوم ورتوایی یا مولا ورتوایی یا بادار ورتوایی چی دقا پیسی واخله در بازار نه سودا رو را پو خپل زای ولار دی دیر احترام سره دغه خبره تکراری وای چې دغه پیسې واخله د بازار نه سودا راوړه. آیا د امیر امر پر ځای شو؟ امر امیر بجا شد؟ نخیر. آیا او خوش میشه و از این احترام خوش و از این احترام مبالغ آمیزی که در او طاعت نیست؟ وقتی که ما قرآن پاکه بسیار به احترام و آداب گرفته تلاوت میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اقیم الصلاة و آت الزکاة و لا تکونو من المشرکین. و اقیم الصلاة ای با ماست، از طرف مولا، از طرف بادار حقیقی، از طرف خالق کائنات پیام به ما است. وقتی که بخواهی که الله با تو صحبت بکنه قرآن تلاوت کن، وقتی که بخواهی که با الله صحبت بکنی نماز بخوان. الله با تو صحبت میکنه، اوامری الله صادر شده رئیس. و اقیم الصلاة نماز خدا بر پای داشته باشین. ما تلاوت کرده رئیس بسیار به تجوید، آواز اذانم به گوشم آمد، جای به جای ششتگیستم، تلاوت خدا خلاص کردم، قرآن پاک بوسه کردم، بار دیگر در پوشه های مزین و معطر قرآن را پوشاندم، به الماری ماندم، پشت کار خود رفتم. آیا من فرمان الهی را بجا کردم؟ هرگز نه. حال داده چی پدی که دیر احترامو در قرآن دیر احترامو او دیر کل تجوید سر قرآن میویل. دوستای عزیز این مثال این است که ما وقتی که الله را میشناسیم باید طاعت بکنیم. صحابه کرام همه حفاظ قرآن نبودند، تمام قرآن از اول تا باخر همه یاد نداشت، کم حفاظ قرآن و در کم کسانو چی در طول قرآن پاک حافظان و لیکن چکم آیت چی در رسول علیه السلام نچیز دکره نمخ که کوشش که او چی پا غباندی عمل وکی او بیا بل آیت را واخلی او بل درس را واخلی. او الحمدلله امروز ما به میلیون ها حفاظ قرآن داریم، به میلیون ها حفاظ قرآن داریم که شکر خداوند است. یعنی مشکلی در فهم قرآن نداریم، به زبانهای مختلف قرآن ترجمه شده است، به زبان پشتومان، به زبان دریمان، به زبانه های انگلیسی، حتی به زبان ازبکی مان قرآن در دسترس مان است. مفسرینی بسیار عزیز داریم که تفسیر کردن قرآن را، چه قسمی که یک مقوله است
میگه نزل فی الحجاز و قرأه و کتبه الاتراك و قرأه اهل مصر و فسره الفرس. نزول شرف نزول قرآن حجاز داره، سرزمین حجاز، حجاز مکه و مدینه. قرآن تلاوتش اهل مصر کرد، خداوند به او مردم یک بخنجره خاصی داده است برای تلاوت قرآن پاک. کتابتش اتراک، خداوند به مردم ترکیه یک قلم خاصی داده است. و تفسیرش اهل فرس، فارسها که از رازی میگیریم تا دیگه میگیریم تا دیگه میگیریم، تمام مفسرینی بلند پایه از سرزمین ما و شما و از این قلم رو است که امروز علمای عرب به مفسرین معظم ما و شما اونها استناد و استدلال میکنن. ابو بکر رازی، همچنین امام شیرازی و دیگر علمای معززی که قرآن پاک تفسیر کردن. بناهن مشکل نداشتیم، ولی قلت طاعت است. اینجاست دوستای عزیز که پیام دوم قرآن، فرمان برداری و طاعت از احکام پروردگار، از قوانین خداوند، با داشتن یک رابطه دائمی با خداوند. رابطه موسومی نه دوستای عزیز. خواهشی برادرتان از شما، از خودم، از همه هموطنان عزیز، از جوانان دوست داشتنی همیز که باید همیشه همینطور مساجد من پر باشه، مساجد من همیشه پر باشه. درست است که ماه مبارک رمضان، عبادت در رمضان لذت خاصی داره، ولی به این معنا نیست که ما در سال یک بار ببینیم. امیدوار هستیم که زیاد ببینیم. زیاد جوانای خود در رمضان میشناسم، وقتی کلچه کال تیریگی بیا کال تر از یه سلام سنگه سیب زیاد خودی جور بخیر سنگه چرت وی کجا بودی ده یک سال؟ ما سیب سالی گذشته امرای تانم میجا بود، خود ده یک سال ده یادم نمیمانه قربان. شما باید همیشه رابطه من با مسجد باشه، یعنی همیشه به این معنا که عبادت موسمی، به این معنا که ما در یک موسم خاص عبادت محدود نسازیم، بلکه عبادت اضافه کنیم در اون موسم. ولی نمازهای با جماعت، تلاوت قرآن، پابندی به نمازهای جمعه، به اخلاق اسلامی، به ارزشهای اسلامی دوستای عزیز، این همیشه باشه. روابط دائمی انسان با پروردگار چی معنا؟ لحظه ای از الله غافل نباشیم. در پنج وقت نماز الله در یاد من باشه. چی تو وقتی نماز که میشد هیچ چیز مانی ادای نماز ما نشود. وقتی که الله جل ذکره از همچنین انسانهای نام میبرد در سوره مبارکه النور میفرمد فی بیوت اذن الله ان ترفع، در عبادت خانه هایی که مراد مساجد است، بیوت جمع بیت، در خانه هایی که یعنی مساجدی که خداوند اجازه داده است ان ترفع، بلند کرده شود. بلندی مسجد دو نوع است، بلندی فیزیکی تعمیر شود، ترمیم شود، آباد شود، و بلندی معنوی با عبادت پروردگار مزین شود، صدای تلاوت قرآن از منارای از او بلند شود. صدای ذکر، صدای تلاوت همیشه زنده باشد و نمازها به جماعت خوانده شود. ان ترفع و یذکر فی اسمه، که نام پروردگار در او یاد شود. یسبح له فیها بالغدو والآصال، ببینید دوستان تسبیح و عظمت خداوند را بیان میکند در همچنین اماکن و مساجد، پگاه و بگاه. رجال، رجال مردان، وقتی که در قرآن کلمه رجال ذکر می شود به معنای مردان کامل، دوستای عزیز
ما و شما خود از همین زمره و در همین قافله بزنیم، شامل همین قافله شیم که طول افتخارات بکیدی رجال قرآن وای دغه قافله همیشه دغه جماعتونه په دغه قافله باندې ژوندې دي مزین دي. دا الله پکې ذکر کیږي، دا الله تسبیح او تقدیس او لویوالی بیانیږي، دا الله دا کتاب تلاوت کیږي. خو ایار چه رقم رجال هستن؟ لا تلهیهم تجارتون ولا بيع عن ذكر الله. اینا در گوشه مسجد، در گوشه های مسجد افتیدگی نیستن، متوجه باشین به این جمله. با جماعتونه که پراته ندی او خلقونه خیرات واری، نه متوجه باش. لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله. اینا سرگرم تجارت هستن، سرگرم خرید و فروش هستن، سرگرم کار هستن، سرگرم به دست آوردن لقمه حلال هستن، ولی همه چیز مانی از این نمی شود که وقت نماز که می شود همه چیز فراموش میکنن غیر الله واحد لا شریک. لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله، غافلشان نمی سازد هیچ نوع تجارتی. بس اوقات فکر کنیم ما و شما، اول ما از خودم فکر کنم. ولی درس خیلی مهم است. خیر انشاءالله باز جماعت میکنیم، امی درس خلاص کنیم باز جماعت میکنیم. برادر تاجیر اینمی چانس است پیشمون میره و خیر است. نماز اگر قضا شد باز قضایش میاریم، چانس است پیشمون نره و مردکه از دستمون خطا نخوره. نه، صفت رجال نیست. صفت رجال همیست که الله اکبر، مجرده که به گوش میرسن ناراش همیست که خداوند از همه چیز بزرگتر است، از تجارت، از هر نوع عقدی که به میلیون ها به تو جذب جلب میکند بزرگتر است. الله اکبر فورا نگه برادری عزیز بعد از نماز گپ میزنیم یک دو دقیقه. ما نه، لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هیچ وقت ایشان را تجارت و سرگرمی زندگی از ذکر خداوند و از برپای داشتن نماز و ادای زکات منعشان نمی کند. چرا این کار می کنند؟ علتشان چیست؟ بخاطری به مردم نشان بدن که والای مردکه بسیار نمازخوان است، به مردم نشان بدن که مردکه بسیار پابند نماز است. نه خیر، یا خافون یومن، به خاطر از اینکه اینها خوف دارن از استاد شدن در حضور رب العزت در آن روزی که تتقلب فیه القلوب والابصار، که منقلب می شود در حضور پروردگار دلها و چشمها خیره می شود، از اون روز خوف دارن. به خاطر آن روز و به خاطر الله جل ذکره بجا آوردن فرامین خداوند اکاره می کنن. دوستای عزیز، این از پیام دوم قرآن. پیام سوم، ما به تنهایی زندگی نمی کنیم. در یک خانه کم از کم 6 نفر یا 7 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر، در یک کوچه کم از کم 50 نفر، 100 نفر، 60 نفر، 70 نفر زندگی می کنیم. در یک شهر مثلا شهر کابل ما امکان داره که بیشتر از 5 میلیون انسان زندگی بکنیم. در جامعه زندگی میکنیم. این جامعه کیست؟ افراد جامعه کیست؟ افراد جامعه کسانی هستن که با او در یک خانه زندگی میکنیم، که ما او را فامیل میگیم. در زبان عربی اسره میگه، الاسره، فامیل، خانواده. با این خانواده زندگی داشته باشیم. قرآن پیام دارد. مرد در برابر همسر خود، همسر در برابر شوهر خود، اولاد در برابر والدین خود، والدین در برابر اولاد خود، برادران در برابر یک دیگر، خواهران در برابر برادران. چطور زندگی داشته باشند؟ چطور برخورد داشته باشند؟ وعاشروهن بالمعروف،
با خانمای خود برخورد خوب داشته باشیم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. برای زنان به قدری که برای مردان حق است، حق داده شده است در کتاب خدا و شریعت محمدی علیه الصلاة والسلام، ولی یک درجه بالاتر، یک درجه بالاتر به خاطر از اینکه مرد از زن بهتر است، به خاطر از اینکه مرد عنصرش دیگه چیز است و زن عنصرش دیگه چیز است. هرگز نه. انا خلقناکم من ذکر و انثى، پدر و مادر همگیمان آدم و حوا بود. به خاطر مکلفیت های سنگینی که بالای مرد است، اینجا است که ما در فقه اسلامی قاعده داریم، الخراج بالضمان، طبق عواید و یا طبق فایده یا به انداز فایده نقصان در نظر گرفته می شود، به انداز مکلفیت حقوق در نظر گرفته می شود. وقتی که تمام حقوق فامیل به دوش مرد است، اینجا است که یک درجه بالاتر به او احترام قرآن قائل شده است که تو امروز شب و روز فریاد میزنی خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان. این خشونت درست تحلیل بکن، اسباب ازیر بشناس و بفهم آیا علیه مرد بیچاره افغان خشونت نیست؟ در بدر و خاک و سر میگرده، بی سرنویشت در جهان فقر و جهل به سر میبرد. خشونت علیه مرد افغانم است، خشونت علیه زنی افغانم است. ولی خشونت به تبلیغات زهراگین و با دسائس و توطیه هایی که برای انداخته می شود زیر عناوین بازرق و برق گلیمی از این چیده نمی شود، بلکه ما از پیغام قرآن پاک می تانیم که این خشونت برای همیش از سرزمین ما رخصت کنیم، که دیگه در مابین جامعه اسلامی و افغانی ما خشونتی وجود نداشته باشد. با پیغام قرآن گوش بده. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا. گاگا اختلاف بروز میکنه در مابین مرد و زن. مسئولیت تو چیز؟ فورا قرآن ببینین، تدارک قرآنی را ببینین، فورا هیئت تشکیل شود متشکل از هر دو جانبی فامیل تا قضیه را بررسی بکنن که مرد مقصر است و یا زن. خداوند تضمین کرده است که اگر اصلاح در نظر گرفته شود یوفق الله بینهما، این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر اراده اصلاح باشد الله توفیق می بخشد تا اینکه در مابین مرد و زنی که فضای خانه را خشونت و تاریکی های خشونت ظلمت بار ساخته بود با فضای مزین و روشنی مبدل می شود. این از پیغام قرآن که در رمضان خواندیم. دوستای نهایت عزیز، احترام به پدر و مادر در چندین آیت تلاوت کردیم. و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه احسانا ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وغيره. که در برابر پدر و مادر چینه و برخورد داشته باشیم، وقتی که دردی به جانمان باشد او را اظهار کرده نمیتانیم، اوف گفته نمیتانیم در حضور مادر و یا پدر، به خاطر از اینکه از اوف گفتن ما پدر و مادر اذیت می شود. وقتی که ما درد خود در حضور پدر و مادر اجازه اظهار کرده نداریم، آیا می تانیم که به کلمات خشین و ناپسند علیه مادر و یا علیه پدر برخورد بکنیم؟ هرگز نه. خداوند چقدر زیبا فرموده است، اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقتی که یکیشان یا هر دوشان به حالت کهولت و پیری میرسن،
به خدمت بیشتر ضرورت دارند. قلبشان زیر می شود، ضعیف می شود. خبردار که در حضور پدر و مادر و یا در حضور مادر زیر یا پدر زیر اظهار درد نمی کنی. وقتی که از بازار طور مثال می آیی حتی خسته می باش، از کار می آیی خسته می باشی، نمیگی که پدر جان امروز بسیار خسته شدیم. همین جمله باعث ناراحتی پدر می شود یا باعث ناراحتی مادر می شود. ولا تنهرهما، خبردار که در برابر پدر و مادر گستاخی نمی کنی، کلمات زشت نمیگی. و قل لهما قولا کریما، با پدر و مادر سخن پسندیده. پدر جان، مادر جان وقتی که فریاد میکنه، بله صاحب حاضر، مهربانی در راه از پدر پیش نمیره، از مادر پیش نمیره. به خاطر رضای مادر باید رضای خانم از دست بدی، ولی برعکس درست نیست که به خاطر از اینکه خانم بگه که من با پدر و مادری تو در این خانه زندگی کرده نمیتونم، من نمیخوام که با پدر و مادری تو باشم، برش میگی خدا حافظ. یک هزار خانم صدقه یک مو و یا یک ناخونی پدر و مادر، خدا حافظ. وقتی که زندگی کرده نمیتونی، خدا حافظ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شکایت یا سنوی خود داشت. وقتی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیام رسید، خواست بچه حضرت عمر، گفت اگر اصلاح نمی شود، گفت طلاقش بده. پدر مهمتر از خانم نه، مادر دیگر پیدا کردن نمیتونه، خانم پیدا کردن میتونه، ولی به شرط از اینکه مطالبه پدر و مادر معقول و شرعی باشه. این نیست که مادر بعد از اینکه بچه ازدواج میکند عکس العمل های عجیب و غریبی نشان میده. بعضی مادرها هستن متاسفانه، ولا امی سنویم خوشم، عروسم خوشم نمیآید. چرا؟ در خدمتت است، مثل مادر برات خدمت میکنه، ولا خوشم مادرش خوشم نمیآید. خب مادرش ولا تزیر و وزیرت وزر اخرى، گناه مادرش به این بیچاره مسکین چه ارتباط داره؟ فامیلش خوشم نمیآید، فامیلش در خانه خودش. مادر جان صبر کن، به شرط از اینکه مطالبه پدر و مادر مشروع باشد، نه اینکه مرا خوشم نمیآید. نه، کلمه خوشم نمیآید نه. یک انسان وقتی که یک دختر مسلمان در خدمت تو قرار میگیره، مثل پدر و مادر با تو برخورد میکند، در هیچ خدمتی تقصیر ندارد. نباید تو در مابین فرزندت و در مابین این دختر مسلمان و یا زن مسلمان تفریق بیاری که گناهی بزرگ است. صبر و حوصله بکن. به هر حال این از پیام قرآن پاک برای اولاد، برای والدین که در برابر اولاد با شفقت برخوردی خوب بکنند. حقوق اولاد که تعلیم و تربیه است باید در نظر گرفته شود. دوستان حیات عزیز، از فامیل بیرون میشیم، ببینیم که قرآن در مابین جامعه دیگر چی پیغام هایی دارد. قبلا خدمت عرض شد که پیام قرآن با یک صحبت و دو صحبت خلاصه نمی شود. در جامعه میریم، در جامعه تاجر داریم، در جامعه کسبکار داریم، کاسبا هستند، یعنی افراد و اقشار جامعه متنوع و مختلف هستند. چه پیامی داره قرآن پاک؟ که وقتی که ما با یک دیگر روبرو میشیم، باید قبل از همه چیز به پیشانی واز، به اخلاق بسیار عالی، به کلمات بسیار پسند به برادر مسلمان خود که در رأس همه کلمات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قرار دارد. خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردین از خداوند بترسین. و قولوا قولا سدیدا، سخن شایسته، سخن سدید. سدید به معنای چیز؟ شایسته، دور از غل و غش، نه اینکه باعث مجروحیت قلب برادر مسلمان شود و یا اینکه به زبان مؤمن مناسب نباشد. و قولوا قولا سدیدا، و یا سخن راست در هر جایی که باش، سخن راست از سخن شروع می شود. وقتی که تجارت میکنین،
با یک دیگر وقتی که تجارت داریم. پیام قرآن این است که در تجارتمان خیانت نباشد. از طرق مختلف نامشروع مال مسلمان را هضم نکنیم، حیف و میل نکنیم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم. مالهای یک دیگر از طرق نادرست نخورید، مگر به تجارتی که دو پسندیدگی هر دو جانبی عقد باشد، تجارتی که مطابق فرمان خدا و رسول باشد، تجارتی که پاک از سود باشد، از غل و غش باشد، از خیانت باشد، از غدر باشد. چه قسمی که پیغمبری بزرگوار می فرماید، من غش فلیس منا، کسی که در تجارت خود خیانت می کند، غدر می کند، تدلیس می کند، عیبی جنس پنهان می کند، رنگ و بوی کرده با بازار می کشد، در حالی که از ده ها عیب پر و مملو هست جنس یا متاع یا مبیع، از امت ما شده نمی توان. در او تجارت برکت نیست. اینجا از دوستای عزیز که پیغمبری بزرگوار علیه الصلاة و السلام می فرمد که تاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشهداء والنبیین، مع الصدیقین والشهداء والنبیین، او کما قال علیه الصلاة و السلام. تاجر صدوق، راستگو، امانتکار، در روز قیامت در پهلوی بندگان نیک خداوند حشر می شوند که از جمله انبیاء علیه السلام است. این پیام قرآن است و این پیام سنت است برای امت محمدی صلی الله علیه و سلم. یک قدم پیش میریم. با حکام چی پیغام داره قرآن؟ با قضات چی پیام داره قرآن؟ کسانی که در ارگانهای عدلی و قضایی سرنوشتی فیصله ها و دستشان است، قرآن چی پیام داره؟ برای شهود چی پیام دارد که در قضایا شهادت میدن و گواهی میدهن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بالای سری جنابشان کلان لوحی زیبا و مقبول نوشته است، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بالای سری قاضی صاحب نوشته است. ایجا نوشته است؟ نوشته. و این نوشته ها در زمان پیغمبر علیه صلات و سلام اقتصاد ایجاب نمی کند که همچنین زیبا آیات نوشته شود. این نوشته ها در قلب مؤمنین بود، در ضمیر و وجدان مؤمنان بود، تنها به نوشته اکتفا نبود، به ایمان هر انسان مسلمان در وجودش سارنوالی بود، قاضی بود، پولیسی بود. او چی عبارت است از ایمان به خداوند؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقتی که در ما بین مردم فیصله میکنین به اساس عدالت فیصله باشد. یا ایها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. ای کسانی که ایمان آوردین، ای کسانی که ایمان آوردین، ببینین خطاب به مؤمن است، به فاسق نیست، به کسی که به قرآن ایمان ندارد خطاب به او نیست، خطاب به کسی که لاف از ایمان میزند. شما استاد باشین به پا، ببینید تعبیر قرآن پاک، به خاطر تطبیق عدالت. اگر چندی که در عدالت شمشیر قضا در گلوی خودت بیاید، و یا اینکه به ضد پدرت، به ضد فرزندت، به ضد مادرت، به ضد خیش و قومت فیصله شود، خبردار. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، اگر چندی که این فیصله به ضد خودت باشد، لیجا از حق یک سری موی منحرف نشوی. موازیرم بکنیم زندگی خود شرایط کنونی. و همچنین قرآن پیغامی دارد برای کسانی که شهادت و گواهی میدهند، والذین لا یشهدون الزور، از جمله بندگانی پسند پروردگار که عباد الرحمن لقبشان است در سوره فرقان، کسانی هستند که
شهادتی دروغ نمیتند. امروز به 100 دلار دین سودا می شود، امروز به 50 دلار ایمان فروخته می شود. ایمان خود وجود نداشت، اگر وجود می داشت یک قدر بی ارزش نمی بود که به 50 دلار سودا شود. فقط به نام خدا، شهادت به نام خدا، گواهی به نام خدا، فقط به خاطر حق، اثبات حق. دستای نهایت عزیز اینجا است که قرآن دیگر پیغام دارد به کسانی که مرتکب سود هستند، مرتکب در رشوت مبتلا هستند. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، براشی و مرتشی به هر دوش. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. خودتان میدانین که پولی را در دست خود به جیب خود گرفته و به طرف محکمه حرکت میکنی، هدفت به دست آوردن مال حرام است، و کسی که در اونجا ششته فیصله میکنه حرام، حق شخصی را به تو فیصله میکنه در بدل یک مشت پول، در حالی که میدانین که این حق است. و انتم تعلمون، در حالی که میدانین که این نارواست، این نادرست است. این پیغام قرآن است که در رمضان 30 روز به این کتاب خدا سر و کار داشت، با امت اسلامی به خاطر حمایت و حفاظت خود. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. فکرتان باشه که شما رسالت بزرگی دارید، رسالت شما رساندن دین خداوند است به تمام اعماق زمین. پیشا پیش این رسالت دعوت است، دعوت پیچیده، با الفاظی مناسب، با حکمت، با شیوه زیبا، تا اینکه انسانیت از هلاکت و دوزخ نجات بتین. و گاه گاه مزاحمت های رخ می دهد، یا در راه دعوتتان یا مورد تجاوز قرار می گیرین. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قرآن میگه باید آمادگی داشته باشین، قوت دفاعی قوی داشته باشین، تا اینکه از دینتان، از خاکتان، از عقایدتان، از مقدساتتان، از آبرویتان، از ناموستان، از جهان اسلام، از ارزش‌های اسلامیتان دفاع بکنید. پیرامون کار پیام قرآن پاک، ما روز جمعه را روز رخصتی میگیم. تمام علمای اسلام به این نظرند در روشنی آیه کریمه که اصلا ما روز رخصتی نداریم. روز رخصتی چی معنا؟ امروز کار کردن درست نیست. و بس اوقات میگن در روز جمعه در مابین خانم های تو یک عقیده است که لباس شستن درست نیست. عقاید عجیب و غریبی. دوستای نهایت عزیز، این روز عبادت ماست. عبادت ما یک ساعت دو ساعت در بر میگیره، یک ساعت دو ساعت در بر میگیره. فرض کنیم از ساعتی 12 بجه 11 و نیم بجه آمادگی گرفتیم به نماز جمعه تا ساعتی 2 بجه. از ساعتی 11 و نیم تا ساعتی 2 بجه فکر کنم 2 نیم ساعت میشه. وقتی که آذان شنیدیم، آذان اوله، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البایع. در دکان هستی، در وقت تجارت هستی، در وقت کار هستی، در کارهای ساختمانی مصروف و مشغول هستی، در کارهای سرکسازی هستی، در دفتری کارت هستی. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، وقتی که ندای جمعه بلند می شود، آذان جمعه بلند می شود، همه کار و مصروفیت خود توقف می تی و به طرف نماز جمعه حرکت می کنی. ادامه ای آیتم بشنویم دوستای عزیز. و ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاه، وقتی که ادا می شود نماز جمعه، قضا در اینجا به معنای ادا است، وقتی که ادا کرده شد نماز جمعه چی کنیم؟ در گوشه های مسجد هر طرف بالشته های خود بیاریم زیر سر خود بمانیم و بخوابیم؟ پیام قرآن چیست؟ فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض،
حرکت بکنین در زمین و ابتغوا من فضل الله، از فضل پروردگار که رزق حلال است در تلاش رزق حلال شوین. آ امت خواب برده و امت جرخور، یک وقتی بود که یهود و نصارا محتاج بیت المال تو بود، امروز از بیکاری و بیپرگرامی تو جره از کلیسا میخوری. جای تعجب است که قرآن برد حتی اجازه نمیته تو لحظه بیکار باشی. کار کن، حرکت بکن. کجا برو میاد پروردگار؟ مستر رزق کجاست؟ مستر رزق مده کجاست؟ از کجا؟ میفرماید که تمام کره زمین مده دسترس تو قرار دادم. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وكلوا من رزقه والیه النشور. ذاتی که مسخر ساخت زمین را در زیر قدم تو. ببینین در زیر قدم ما زمین مسخر است با جلبیه های دراز یا پیرن های دراز، دراز و لکس و عطرهای بسیار معطر ششتگیستم بالای تخت خود و دیگرا می از زیر تخت ما و از زیر به اصطلاح چارپایی خواب ما نفت ما را انتقال داده می بره. و ما میگم که الحمدلله که کشوری ما کشوری نفتخیز است. به تو خطاب است، به تو، نه به استعماری که امروز از زیر قدم تو سرمایه تو را میکشه و میبره. به تو خطاب است. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، ذاتی که زمین را در دسترس و در خدمت شما قرار داده است. فامشوا فی مناکبها، حرکت بکنین در اطراف و جوانب زمین. و کلوا من رزقه، از رزقی که خداوند براتان تهیه کرده استفاده کنین. این پیام قرآن است. امروز ما خودت کار میکنیم یا دیگران؟ دیگران. او بخاطر این آیت درست شاید به این آیت ایمان نداشته باشد، ولی به این آیت او عمل میکند. از کجا؟ از چند هزار کیلومتر راه آمده است زیر عناوین مختلفی، با زرق و با برق، که با فلانی مبارزه با تروریسم، که مبارزه با فلان. نه، هدف دیگه چیز است. چند هزار کیلومتر راه را طی کرده آمده، یورانیوم تا که خدا به تو داده است، نفت تا، گاز تا، تیل تا کش کرده میبره و تو شکر خدا را به جا میکنی. خدایا از این نعمت ما را، کدام نعمت؟ نعمتی همی خارجی ها غنیمت هستن. همی نعمت خدا ما را دور داشته، دور نداشته باشه که خدا نخواسته میمریم. امتی که چوپانی گوسفندی از او گرگ باشد، قرآن به او سر و کار نداره. گرگ چوپان، گرگ چوپان، سله که دروش میدنه تشکرم از پیش می، بسیار تشکر، به برکت شما زنده هستیم و رزق میخوریم و امنیت من تامین است. خدا ما را، شما را از ما نگیره. وقتی که به این انداز امت رسول همتش پس شوه، از پیام قرآن دور شوه، تنها بوسه کردن قرآن کفایت نمیکنه. قرآن پیغام داره که این زمین باید تو تسخیر میکردی، این زمین باید تو تسخیر میکردی، قیادت این زمین به دست تو میبود. این قرآن اگر به دست دیگران میبود، امروز نه تنها زمین، مریخ هم تسخیر کرده بودن. ولی تو خانه پدرت، چهار حدود خانه پدرت قباله داده رئیسی. آیا همچنین امت مستحق رحمت خدا هست؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، بدون شک زمین را به میراث میبرد بندگان نیک و صالح ما. صالح عمر بود، صالح علی بود، صالح عمر ابن عبدالعزیز و ابوبکر و عثمان بود، صالح خلفای اسلام بودند. زنی را که در یکی از بازارهای یک یهودی زنی مسلمان تیپش بلند کرد، به اهانت، به توهین فریاد زد که وا خلیفتا، کجاست خلیفه مسلمان ها که یهودی قدر جرأت میکنه؟ خلیفه مسلمان ها فورا فرمان صادر کرد که در این سرزمین یک فرد یهود دیگه زندگی کرده نمیتونه، به خاطر حمایت دامان یک زنی مسلمان. امروز چه حال است بالای ما و خودت؟ چه حال است بالای ما و خودت؟ دوستی عزیز بیا تجدید نظر بکنیم.
به پیغام قرآن گوش بدیم. ما میگم هدفم همین مجموعی که امروز بار دوش جهانیان است، همین مجموع قصدم نیست، امت رسول صلی الله علیه و سلم قصدم است، امتی که به نقش قدمی رسول الله حرکت کرده است، پیام داره، پیامش رسانده دینی حق است. تو نمیتونه که با یک کسی پیامی داشته باشی، باید پروگرام خود پیش کنی به او، اول یک دو سلی دروش بزنی بخوان، خوب متوجه باش، با کسی برنامه خود میخوای که تشریح بکنی، با کسی برنامه خود، یک برنامه داری، یک پروگرام داری، او بیا در چند دقیقه با شما کار دارم، چی کار داری؟ یک دو دقیقه، اینه میشه یک چند ورقک دارم امیره، یک پروگرام دارم که ببینی، یک گوش بدین بمی که با من موافق هستین یا نیستین، چقدر به عزت، چقدر به احترام، چقدر به شیوه خوب، تا اینکه اون مردکه گپای تو را گوش بده، گپی تو را گوش بده که تو چی گفتنی داری، حتی اگر در گفتنی نقص باشه، اخلاق و برخورد خوب بود، باعث می شود که اون نفر از اول تا به آخر برنامه تو را گوش کنه. تو وقتی که برنامه خدا را مطرح میکنی به یک غیر مسلمان، باید به شیوه ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قرآن عظیم تأکید کرده، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، برای پروردگار مردم را به حکمت بخوان. یکی از حکمت همیست که دین اول در خودت عملی باشه. والا دینی ما بسیار خوب دین است، دروغ نیست دی دین، دی دین دروغ نیست. و یگان تمیا پرسان میکنه صاحب یک سوال دارم بفرمایی. من در یکی از مؤسسات خارجی ها کار میکنم، $500 برام میته که سودا بیار. ما به دکاندار میگم که امیر ده 300 خلاصه بکو ولی امو بیلش نوشته که 500. خب بازو را دعوت میته مسلمان شده دین ما دروغ و خیانت نیست. ها؟ چی مسلمان شی زمون پا دین که بلی زمون پا دین که خیانت نسته، خیانت پتا که ده، لیکن ستا خیانت معنی که گی ده حق انسان ده هدایت پلاره که او خندی او معنی ده. تو مخی زان برابر کرد، تو وقتی میگی دروغ در دین من نیست دروغ نگو، خیانت در دین من نیست خیانت نکو، در دین من نماز فرض است، مجردی که الله اکبر میشنوی ساچه، قسم به خدا اگر بمیشکل تو عمل خدا اصلاح بکنی، بیشتر از نیم خارجی هایی که در افغانستان هستند به دین اسلام مشرف میشوند. چرا که اونا همه از زیر دار گریخته هستند. بزرگترین سرمایه ای که به خاطر نجات انسان آمده از دین است که اونا محروم هستند، ولی وقتی که بیلی از او بی خبر است، او قدر احمق است، خبر نداره. چقدر شد؟ 500. این بیل 300ش سودا خریده، 200ش در جیبش. این فکر بکنه که والا یک قدر چالاک هستم، پدر نلت در جانش زدم، چی کردی؟ در جانی از او نزدی، در جانی دین اسلام زدی، اسلام بدنام ساختی. ما و خودت امروز مانی بزرگ در راه پیوستن مخلوق خدا به این دین هستیم. وقتی که خداوند پیغمبری بزرگوار صلوات الله و سلامه علیه مدیون یک یهودی است، یک یهودی بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پول داره، نماز پیشین آمد در دروازه مسجد استاد شد، گفت تا وقتی که پول و منتی نمیمانمت که از جای چور بخوری، دمی مسجد بندیستی. با کی میگه؟ با پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم. از هر طرف صحابه کرام قابل قبول نبود که با پیغمبر به امام رسول اهانت شود و وا خاموش باشن، از هر طرف طرفش دیگه کتید کار داریم. یک بار دگیرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، فکر کرد، فهمیدن که از هر طرف تهدید میشه، گفت خبردار که این شخص حق دار است، درست است که من اسیر این شخص می باشم، هیچ کس اجازه ندارد که به این دست خود دراز بکند، هرگز.
یهودی در یک گوشه مسجد شیش نماز پیشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوان، اسیر در مسجد اسیر است. فقر ببینین که مسلمان ها توانی نداشتند که دین پیغمبر ادا بکنند. فقر و بیچارگی را ببینین، ولی متوجه باش. نماز دیگر خواند، نماز شام خواند، نماز خفتن خواند، نماز صبح خواند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسیر است در مسجد به خاطر یک یهودی بالای پیغمبر پول دارد و پیغمبر میگه اجازه برآمدن نداری چون اسیر است تا به وقتی که پول مرا نپردازی. وقتی که نماز بامداد خواند، رفت غسل کرد، یهودی در یک گوشه غسل کرد، لباسهای خود تبدیل کرد، آمد به زانوی ادب شیش، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. قسم به خدا هیچ هدفی نداشت. یک صفت تا در تورات خوانده بودم، یک صفت تا خواندم، گفتم میرم این صفت سرش عملی میکنم. قسم به خدا که امو پیغمبری که در تورات تمام اوصاف تا آمدگی است توست. ایست معامله پیغمبر با یک یهودی، میگه صاحب حق است، فکرتان باشد، حق دار است، حق داره که مرا بندی کنند. کجاست پیغمبر، کجا ما و خود؟ یک موازی نکنیم خدا. دوست عزیز، به تجدید نظر ضرورت داریم، به فهم قرآن ضرورت داریم، به اصلاح نفس ضرورت داریم که به تجدید نظر بکنیم. تا وقتی که ما یک دیگر گونی قوی در داخل خود نیاریم، امکان ندارد که حالت ما تغییر بخورد. برادرای عزیز، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما در برابر دیگران، سیاست بین دولی اسلام چیست؟ در دو آیه مبارکه سوره ممتحنه قرآن پیغام دارد. پیام قرآن: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. پیشتر براتان گفتم ما برنامه داریم. برنامه چی؟ دعوت، دین خداوند را عرضه کردن. الحمدلله با همه کمی و کاستی که وجود دارد، شکری پروردگار است که امروز در طبقه جوان ما این احساس زنده شده است، این ایمان زنده شده رایست، تقویه شده رایست که ما در خلال رمضان مبارک شاهدی مشرف شدن چند تن خصوصا از خانم های غیر مسلمان به اسلام بودیم. الحمدلله که مسئولیت زنده شده رایست. دوست عزیز، قرآن در اینجا میگه خداوند منعتان نمی کند از او کسانی که با شما نمی جنگن، در دین با شما نمی جنگن، شما را از دیارتان بیرون نراندن، با دشمنتان همکار نیستن. به عبارتی حقوقی یا مختصر باید گفت، یعنی احترام متقابل با شما دارن. خداوند منعتان نمی کنه از این که با ایشان احترام متقابل داشته باشین، بلکه شما مستحق تر هستین، شما سزاوار تر هستین که با اونا از دروازه خوب پیش آمد کنین. انت بروهم، با ایشان از دروازه اخلاق، نیکی، انصاف، عدالت پیش آمد بکنین. و اقسطوا ان الله یحب المقسطین، انت بروهم و تقسطوا الیهم، با ایشان انصاف بکنین. خداوند انصاف کنندگان را دوست می دارد. ای هست پیغام قرآن با کفاری که با جهان اسلام احترام دارد، با کفاری که با جهان اسلام احترام دارد و درگیر نیست، با مسلمان ها احترام متقابل دارد. اما خبردار، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا على اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خداوند منعتان میکند از این که، از او کسانی که با شما در دین می جنگن، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون راندن،
با دشمنان شما همکارم. شما تنها یک خطه زمین نیست، افغان و عرب نه، شما امت محمد صلی الله علیه و سلم. در گوشه فلسطین طفلی فلسطینی که توسط صهیونیستا به شهادت میرسد، تو بی تفاوت هستی، از زمره امت محمد بیرون شده ای. اصلا اینجاست که قرآن شما یعنی امت محمد در هر گوشه زمین که بالای امت تجاوز صورت میگیرد، بالای عزت و عفت و کرامت مسلمان ها تجاوز صورت میگیرد و تو بی تفاوت هستی، فکرت باشه که تجدید ایمان بکن. اینجا می فرماید که خداوند منعتان میکند از او کسانی که با شما در دین میجنگن. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، از خانه و کاشانه و دیارتان شما را بیرون راندن، و ظاهر و علا اخراجكم، یا منافقانه پشت پرده خاموش هستن ولی با دشمنای شما کمک میکنن. از چیز خدا من شما را منع میکنم؟ انت ولوهم، از دوستی، از دوستی با همچنین گروه ظالم. و من یتولهم، اگر کسی که با ایشان دوستی می کند، فاولئک هم الظالمون، اون ظالم و ستمگار است. این سیاست قرآنی است که امروز در قانون دول به نام المعامله بالمثل، ولی در قانون بین الدولی اسلامی معامله بالمثل زیباترین مثالها دارد و زیباترین الگوست. بله، در مقابل تجاوز سکوت، در مقابل تجاوز چرای قرآن است، کتاب عزت است. کسی به تو عزت میکند، یک قدم پیش میآید، به تو احترام میکند، ده قدم پیش برو. و کسی به تو دوستی میته، آغوش خود پیش کن. اما کسی به تو اهانت میکند، سلی درویت میزند، اینی سلی را دروش کش کن. این انجیل نیست که اگر در طرف راست سلی میخوری طرف چپت هم پیش کن. این کتاب عزت است. بلی، آنچه که در انجیل آمده است از طرف خداوند و حق است. اما امروز متاسفانه پیروان انجیل بدون از اینکه، کاش که به همین جمله عملی میبود که در انجیل تعلیمات حضرت عیسی همیست که اگر کسی که در طرف چپت به سلی کش میکنه، در طرف راست خود پیش کن، یا در طرف راست که سلی میزنه طرف چپ خود پیش کن. امروز که متاسفانه پیروان کسانی که ادعای پیروی از این دین میکنن، به سلی نه، توسط تیاره های بمفکنشان، امروز زمین از بین میبرن، انسانیت در صدد از بین بردن هستن. کاش که به تعلیمات حضرت مسیح گوش میدادن. ولی قرآن کتاب عزت است. این است دوستای عزیز پیام قرآن. پیام قرآن به روزداران، خوشا به حال روزداران. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر که عبادت از آن از عبادت هزار ماه بهتر است. به هر حال اگر به لطف بگیری درون ما صاف است، اگر به عدل بگیری امید الطاف است، اگر به لطف و کرم با ما برخورد بکنی همه پاک هستیم، اگر مؤاخذه بکنی بسیار برآمدن مشکل است. الهی به لطف و کرمت بگیر، الهی روزه و نماز ما را به درگاه خود قبول بکن. الهی اگر در ده اول مستحق رحمت نشدیم، پروردگارا در ده ما بین مستحق مغفرت من بساز. الهی اگر نواقصی در ده ما بین داشتیم، در آخر رحمت شامل حال من بساز. الهی به لطف و کرمت ثواب لیلت القدر و فضائل این شب را برای همه مسلمانان نصیب بکن. هر برادر و خواهری که عبادت کرد پروردگارا، شب استاد شد، تلاوت کرد، با درگاه خود قبول بکن. الهی با همه نواقصی که روزه ما دارد، امروز پیش روی خودت یک متاع ناچیز پیش روی خودت ماندیم،
الهی با همه نواقصت پروردگارا قبول بکن. الهی بلطف و کرمت حیات خوبتر و بهتری بر ما نصیب بکن، تا اینکه بتوانیم که در آینده باز هم با رمضان ها باشیم بهتر و خوبتر در فضای صلح و اخوت و برادری. الهی این کشور را از این حالت نجات بدی پروردگارا. الهی صلح و اخوت و برادری و عدالت در سرزمین ما پیاده بساز، نفرت و جنگ و بدبختی را دور بکن. الهی سرزمین ما را از وجود دشمنان پاک بساز. الهی بلطف و کرمت به همه افغانای عزیز همت ببخش، تا اینکه بلطف و کرم و قوت و عظمت تو و بازوی پرتوانشان از کشور خود حمایت و حراست بکنند. الهی نفرت ها را به محبت مبدل بساز. روزه و نماز ما را قبول بکن. از ما راضی باش و راضی شو. مریضها را شفای کامل و عاجل نصیب بکن. الهی قرضدارها را از قرض خلاص بکن. کسانی که پریشان هستند از پریشانی خلاص بکن. برادران مسلمان ما در هر گوشه و کنار جهان که پریشان هستند حمایتشان بکن. مجاهدینی بر حق پیروز داشته باشی. کسانی که علیه دین در ستیز و جنگ هستند نابودشان بساز و تمام کره زمین به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مشرف بساز. اللهم صل على محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. اینجا